پرزیدنتی تاجیکستان امام علی رحمان پسر خود رستم امام علی را با منصب استراتژی در ساختار دولتی به وظیفه رئیسی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان تعیین کرد. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور رحمان اطلاع داد. برایسی نوی که سیاست مداری وزنینی تاجیک محمد سعید و عبیداللهیف را جایگزینی نمود، رئیس ولایت سغد رجب بای احمدزاده و رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف معاون گردیدند. رحمان در جلسه یکمی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان دعوت ششم سخنرانی کرده پسرش را تبریک کرد. همچنین رستم امام‌علی را به مناسبت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان احمدزاده رجب بای و فیضوف یادگار به حیث معاون اول و معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدنشان تبریک گفته با آنها نیز برای کار میخواهم. یاد راست میکنیم که 15 اپریل یعنی دو روز قبل از تعیین شوی نوی پسرش، پرزیدنت رحمان با پرزیدنت روسیه پوتین صحبت تلفنی داشت، ولی خدمات مطبوعاتی رحمان به افشای جزئیات صحبت آنها شروع نکرد. مشاهدان قید میکنند که احتمالاً رحمان برای رضایت تعیین کردن پسرش به منصب کلیدی با پوتین زنگ زده است. با نظر داشتی رابطه های دیرینه مستملکوی با روسیه، این تعجب آور نیست. با درک مسئولیت به خلق تاجیکستان سوگند یاد میکنم که سیاست شناسان میگویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان، رستم امام‌علی حالا دومین شخص در کشور بعد از پدرش رحمان میباشد و در صورت وفات کردن، بیماری و یا استعفای پرزیدنت کنونی، او وظیفه پرزیدنت تاجیکستان را به عهده میگیرد. قانون برار کشور بی‌دریغ سفربر میسازم و منفعت‌های ملت